مقامات ایالات متحده و روسیه روایت‌های متناقضی از برخورد میان این پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا و جت سوخوی SU-27 روسیه دارند و هر یک دیگری را مقصر می‌داند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا این برخورد را رویدادی خطرناک و بخشی از الگوی اقدامات تهاجمی، مخاطره‌آمیز و ناامن خلبان روسی در حریم بین‌المللی خواند و افزود ایالات متحده به پرواز و عملیات خود در هر جا که قوانین بین‌المللی اجازه دهد ادامه خواهد داد. او افزود روسیه موظف است هواپیماهای نظامی خود را به شیوه ایمن و حرفه‌ای به کار گیرد. اما سفیر روسیه در آمریکا گفت روسیه به دنبال جنگ نیست. ما خواهان هیچ رویارویی میان ایالات متحده و فدراسیون روسیه نیستیم و طرفدار روابط عملگرایانه به خاطر منافع مردم آمریکا و روسیه هستیم. سخنگوی پنتاگون نیز به این رویداد واکنش نشان داد. چیزی که ما دیدیم هواپیمای جنگنده روسیه بودند که سوخت را در مقابل این پهپاد تخلیه کردند و آنقدر با آن نزدیک شدند که به ملخ آن آسیب رساندند. ما در حال ارزیابی آسیب احتمالی وارد شده به هواپیمای روسی هستیم. طبق اطلاعات ما هواپیمای روسی فرود آمد. در مورد جایی که فرود آمد صحبتی نمی کنم، اما باز هم این فقط نشان دهنده رفتار هوایی بسیار غیر حرفه‌ای و ناامن از سوی این خلبان هاست. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید هم گفت با همتایان روس خود صحبت می کند و نگرانی در مورد این برخورد ناامن و غیر حرفه‌ای را ابراز خواهد کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند و گفت آمریکا سفیر روسیه را احضار کرده است. شهلا راسته، صدای آمریکا.